تظاهرات دانشجویان بدخشان در اعتراض به لد و کوب از سوی طالبان. همچنان خبر حاجل و فوری که همین اکنون از ولایت پنشر به دسترس ما قرار گرفته است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام وقتتان و خیر. به مهمترین خبرها از این کانال خوش آمده. تقاضا می نمایم تا پایان این ویدیو با ما همراه بوده و این کانال رو نیز سابسکرایب نمایید. در ادامه مشروع خبرها. تظاهرات دانشجویان بدخشان در اعتراض به لد و کوب از سوی طالبان. دانشجویان دانشگاه بدخشان امروز پنجشنبه 18 حمل در شهر فیض‌آباد مرکز آن ولایت به خاطر لد و کوبشان توسط طالبان دست به اعتراض زده و به جاده ها آمدند. گفته می شود این دانشجویان سرک عمومی مقابل دانشگاه بدخشان را بسته و اجازه رفت و آمد و موترها را نمی دهند. دانشجویان معترض خواهان رسیدگی به قضیه لد و کوبشان توسط طالبان هستند. وضعیت دو تن از دانشجویان لد و کوب شده وخیم گزارش شده است. دانشجویان بدخشان در حال به دلیل عدم شرکت در نماز تراویح از سوی طالبان لد و کوب می شوند که در دوره اول طالبان نیز شرکت در نماز جماعت و تراویح اجباری بود و اداره امر بالمعروف آن گروه مردم را به زور به نماز وادار می کردند. در این دوره نیز وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان با گماشتن متصبان در وزارتخانه ها و دانشگاه ها اعلام کرده که ظاهر کارمندان و دانشجویان باید بر اساس سنت نبوی و اسلامی باشد. گذاشتن ریش برای مردان و رعایت حجاب اسلامی از سوی زنان و دختران بخشی از شرایط این وزارت برای نهادهای یاد شده عنوان شده است. اگرچه طالبان میگویند که دستورات وزارت امر بالمعروف صرف توصیه و سفارش است، اما گزارش ها حاکی است که طالبان برای عمل آن به زور متوسل می شوند. همچنان خبر حاجل و فوری. درگیری شدید میان جنرال حسیب قوای مرکز و عبدالحمید خراسانی و نقل از صفحه جبهه مقاومت ملی افغانستان. هدامه نبرد در پنشر. خراسانی و حسیب قوای مرکز درگیر شدند. عبدالحمید خراسانی عامر امنیت پیشین طالبان در ولایت پنشر میگوید که امروز با حسیب قوای مرکز در جنگل های ولسوالی عنابه پنشر درگیر شدند. نواری که در اختیار امواج قرار گرفته نشان میدهد که از سلاح‌های سبک و سنگین در این درگیری استفاده شده است، اما از تلفات طرفین جزئیات در دست نمی باشد. برای معلومات بیشتر این کانال را دنبال نمایید. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب این کانال را سابسکرایب نمایید. تا درود دیگر، بدرود.